بچه ها سلام روزتون به خیر امیدوارم تا اینجا ویدیو ها به درتون خورده باشه، دو نکته یکی اینکه لیست تمام ویدیو ها رو بچه ها گذاشتم پایین همین ویدیو میتونید پیدا کنید. هم ویدیو های رانندگی هم ویدیو های لغت هم ویدیو های فیلم های آلمانی با زیرنویس آلمانی و توضیح فارسی. و نکته دوم اینکه ممنون از کامنت های خوبی که میگگذارن و امیدوارم، ویدیوها رو هم برای دوستاتون ارسال کنید این ویدیو برای کسایی است که در واقع انگار روز اول رانندگیشونه و واقعا با ماشین و گاز و ترمز ها و گاز و ترمز و اینجور چیزها اصلا آشنایی ندارن برای اونها داره ساخته میشه خب اولین چیز که باید بهتون بگم پدال ها هستن پدال ها به ترتیب به این شکله اولی گاز دومین وسطی ترمزه و اینور کوپلونگ یا کلاچ اوکی برمزن کوپلونگ برمزن و گاز این سه تا هستن به چه شکله وقتی که بچه ها میخواین دنده رو عوض کنین کوپلونگتون باید تا ته گرفته باشین تا ته فشار بدین که پایین باشه و وقتی هم که میخواین ترمز کنین بدون این که ترمز ماشین خاموش بشه در واقع همیشه ما ترمز میکنین بدون این که ماشین خاموش بشه کلاچ رو تا آخر میگیرین بعد ترمز و فشار میدین و گاز هم که تکلیفش روشن هست حالا یه ویدیو براش یه فکرایی کردم که حد اکثر فایده رو براتون داشته باشه و میریم که ببینیم چه کارا میشه کرد خب الان من سوار ماشین میشم خب حالا این دنده هستش یه جوری من میگیرمش که روش نوشته هاش مشخص بشه دنده یک، دنده دو، سه، چهار، پنج و دنده عقب. روی ماشین های مختلف ممکنه بچها چهار دنده متفاوت باشه. مثلا ماشین فاوه و آودی که اکثرا ماشین های آموزشگاه فاوه و آودی هستن دنده عقبش باید دنده رو جنده رو تا آخر فشار بدین یکم پایین کلاچ رو بگیرین. برین پایین و اینجوری دنده رو جا بزنید برای دنده عقب. خب بچه ها ببینید حالا من یه کاری میخوام بکنم و اونم این که چون یه چرا قوه اکسترا تهیه کردم که بتونم اینجا نور بدم براتون که مشخص باشه خب ببینید موقعی که من میخوام دنده رو عوض کنم باید جوری بگیرم که این مشخص باشه باید کلاچ رو تا آخر بگیرم ببینید کلات رو من تا آخر میگیرم این گاز اولی وسطی ترمز این کلات کلات رو تا آخر میگیرم بعد دنده رو جا میزنم دنده حالا یک دنده دو دنده سه دنده چهار و دنده پنج اوکی؟ حالا رو میذاریم روی این که بخوام دنده عوض کنم برای دنده عوض کردن، بچه یه نکته بهتون بگم که خیلی مهمه بعضیا دنده یک رو اینجوری عوض میکنن دنده دو رو اینجوری عوض میکنن دنده سه رو اینطوری عوض میکنن این اشتباهه عادت کنید دنده رو فقط به یه شکل عوض بکنین که راحت تره برای خودتون قول بهتون من خودم دنده رو اینجوری عوض میکنم محکم میگیرمش دنده رو عوض میکنم حالا میخوام دنده رو بذارم یک دنده رو اینجوری میگیرم میذارم یک حالا میخوام بکنم دنده دو خب حالا من اینجوری میگیرمش که فقط شما دنده رو ببینید اینا یعنی دنده دو دقیقا پایین دنده یک دیگه درسته ولی من یوهایی از دو نمی کنم یک میشه کرد ولی ماشین رو خراب میکنه و اگر این کار بکنید مربی تو هم بهتون بتون ایراد میگیره اگر بکنید برای تو امتحان دلیل ردی تو نمیشه ولی ماشین یه قرر اینجوری صدا میده که مطلوب نیست دنده رو میذاریم یک یه مقداری که رفتیم دنده رو خلاص کوتاه کوتاه ببینید من دقیقا همون کاری که تو موقع رانندگی میکنم میکنم دنده یک دو دنده یک بود دو بعد سه بعد همونجا چهار خلاص پنج خلاص دنده ی عقب یه بار دیگه دنده یک من اینجوری میگم بچه ها ببینید یک دو سه چهار پنج و دنده ی عقب من به هم اومدم یه جای خلوت تو پارکینگ خونه یکی از دوستام که در واقع من بتونم براتون این ویدیو رو تهیه کنم چون توی خیابون خطرناک آدم بخواد همچین ویدیو خطرناک دست در واقع پر بکنی که دستش به دوربین باشه و حواسش به حرف زدن باشه و اینا خیلی خطرناکه حالا من چه کار میکنم؟ سعی میکنم حتی مقدور اینجا به اندازه کافی نور یه جوری تهیه کنم یه لحظه من پاوز میکنم برم سراغ و نور چطوری میتونم براتون به تهیه شکل تهیه کنم خب بچه ها من بهترین راه این پیل کردم که چراغ خود موبایل رو روشن بکنم یعنی فرمون این شکلی الان میبینین فرمون قفله برای امنیت ماشینه برای یکی این فرمون از حالت قفل در بیارین فرمون رو یه نمه یعنی یه نمه سویچ رو میچرخونید یه تق صدا میده و این الان فرمون آزاد شد خب دنده رو خلاص میکنیم ترمز دستی بالا هست بر طبق قانون آلمان موقعی که میخواین ماشین رو روشن کنین ترمز دستی بالا هست که حالا ترمز دستی آودی و ماشین مدرن جوریه یه دکمه هست که به این شکل نیست که بخواید بکشیش بالا ماشین رو خلاص دنده خالی فرایگنگ سویچ رو به سمت این ور گردیم اگر بچه ها دنده روشن باشه دنده مثلا دنده یک باشه ببینیم چه اتفاق میفته من دنده رو میذارم یک ماشین روشن میکنه این این باید عقب تر بگیرم این, این ماشین پا میپره جلو خاطر که او میخواد حرکت بکنه پس ماشین باید تو حالتی باش که حرکت نکنه اوکی دنده میبار دیگه خلاص دنده خلاص میشه همین وسط میبینین این دنده اینجوری لق میخوره وقت دنده یک اگر باشه اینطوری خیلی لغ نمیخوره حالا ایشالا خود نونش از این پشت ماشین متوجه میشین چی میگم دندر خلاص میکنم ماشین روشن میکنم به نام خدا خب حالا بیریم اینجا ببینین من دندر رو میذارم یک گاز رو تقریبا اصلا نمیخواد فشار بدی ماشین قدیمی میخواد فشار بدی ولی ماشین های مدرن حالا مثلا ماشین ها حتی دو ازار و اینجور چیزا نیاز نداریم فشار بدیم ببین من پام آروم از روی یک یه... کمی خیلی کم فشار میدم دنده در واقع دستی رو با بکشم پایین اینجا من آروم پام از رو کلاج برمیدارم ماشین شروع میکنه به راه افتادن یعنی ماشین شروع کرده راه افتادن خب حالا من میخوام دنده عقب دارم دوباره همین شکل پام از رو کلاج آروم برمیدارم ماشین شروع میکنه به دنده عقب رفتن نه نه دارم عقبی میره. یه بار دیگه دنده را الان نه اینجا خلاص کردم نمیدونم دیگه, دیگه چه جوری بگیرم که ببینید تو اینجوری بهترین شکل باشه نه دنده الان میذارم یک آروم پامو از رو کلاچ برمیدارم ماشین شروع میکنه به راه افتاد من در گذاشتم پا مارون از اون کلاش برم دارم ماشین شروع میکنه به اوکی okay. خب حالا فرض کنین که امروز روز اول رانندگیه مربی بهت میگه خب بشین پشت ماشین ماشین روشن کن ماشین روشن کردی قبل از اینکه ماشین روشن کنی چه ها چند تا چیزو باید آهنگ کرده باشین یعنی همه چیز باید تنظیم باشه اولین چیزی من ماشین خاموش کنم بنزین مصرف زیاد نکنم و آلوده نکنم هوا رو چیزایی که باید رعایت کنین آینه آینه تون باید تنظیم باشه چجوری آینه رو باید تنظیم کنیم یه ویدیو گذاشتم ویژه آینه چون زمان میبره چهار پنج دقیقه طول میکشه تا بهتون بگم دقیقا چطوری با آینه رو تنظیم کنیم ویدیوش جدایه آینه رو که تنظیم کردین باید حتما کمربند ایمنیتون رو ببندین اول آینه بعد کمربند اوکی؟ اول آینه بعد کمربند خب کمربند بستن که دیگه توضیح نمیخواد بعد دنده دنده رو چک میکنین که خلاص باشه اوکی بعد میذارین در واقع دنده یک مثلا میخواین راه بیفتین اوکی معمولا چون ماشین پارک هست میگیم که مرحله بعد اینه که راهنما رو روشن کنی و مثلا از پارک بیای بیرون اینجا راهنمای راهنما رو روشن بکنی از پارک بیای بیرون و راه بیفتی که در مورد اینکه چه راه بیفتی و این مسائل ویدیو جدا گذاشتم خب بچا یه به قولن ازل بوکه به قول آلمانیایی به قول خودمون یه راه حل ساده بخوایم بگیم پس شد اول آینه اول آینه بعد کمربند بعد دنده بعد راهنما اول هر کلمه میشه آ آینه ک کمربند د، دنده بعد راهنما میشه آ ک د ر آکدر آینه کمربند دنده راهنما این میشه اولین گامی که بخواین شما یاد بگیرید آ دره آ دره اینجوری حفظ کنین و امید خدا راه بیفتی خیلی خوب اه... امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه اگر نکته ای هست که بخواین بدونید بگید لطفا براتون بگذارم و اه... بچه ها تا اونجایی که بتونم ویدیوها رو میگذارم تمام کامنت ها رو من میخونم تمام تلاش ها میکنم بهترین نف باشه امیدوارم ویدیو به دردتون بخوره و اینکه لطفا ویدیو ها رو برای دوستاتون پخش کنین همونجور که شما شاید از دیدن این ویدیو خوشحالین شاید از اینکه بتونید یک نفر دیگر رو هم خوشحال کنید پس خیلی راحت کانال یوتیوبی یادگیری رو به دوستاتون معرفی کنید کافیه که توی یوتیوب بالا بنویسید یادگیری یه تصویر میاد که نوشته که یادگیری عکس خود منم هست و میتونید روش کلیک کنید تمام ویدیوها رو ببینید روی هر ویدیویی که کلیک بکنید فرق نمیکنه لیست تمام ویدیوهای رانندگی ده لغت و ویدیوهای فیلم های آلمانی بازی نویس آلمانی و توضیح فارسی هم گرامر هم کلمه اونجا میتونید پیدا کنید خب همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار